سلام، من جرشو هستم با برنامه جرشو. ما تو این برنامه هر قسمت مهمونای مختلفو میاریم، باهاشون بازی میکنیم، جریمه میدیم، شوخی میکنیم و کلی کارهای باحال دیگه. فرمت برنامه هم اینجوریه، 5 تا بازی داریم. برنده هر بازی هر جریمه ایو که بگه بازنده باید انجام بده و فقط یه جریمه رو میتونه پاس بده. بریم ببینیم مهمون این قسمت کیه. خب ما توی این برنامه چون نمیخوایم مثل برنامه‌های دیگه مهمون بیاد و باهاش صحبت کنیم و یه سری میریم سراغ بازی‌ها، اینجا من یه معرفی خیلی ریزی از مهمون برنامه بهتون میدم. مهمون قسمت اول که میدونین دارا پایداره و یکی از آهنگسازهای خیلی خفن، من واقعا خیلی خودم قبولش دارم و هرچی بگم کم گفتم. دارا متولد 8/5/76 تهرانه و از سال 93 هم رفته لندن. حالا از همون سالهای 93 فکر کنم بوده که آهنگسازی رو شروع کرده و عضویتش تو پایدار هم فکر کنم سال 95 بوده. دارا آلبوم های زیادی هم زده و همکاری های خیلی زیادی با خیلی از آرتیست های مختلف داشته. حالا سینگل ها که بماند، آلبوم 70 علی جیدال بوده چند تا ترکش، آلبوم ابرای نقره‌ای 1 و 2 بوده، آلبوم آیت تراپ بوده، یان پاچینو بوده، آلبوم انگیزه، آلبوم خود منم حتی دارا خیلی از ترکاشو زده و خلاصه میگم تو این مدت زمان کمی که اومده و قشنگ مارکتو گرفته تو دستش دیگه. بریم سراغ دارا دیگه. خب اومدین سراغ دارا پایدار. دارا کی عرضم به حضورت که میخوام بهت نشون بدم که باید همون انگلیس میموندی، خب اینجا اومدی همه بازی ها رو ببازی. خب به جمالت. من تو بازی حرف میزنم. تو بازی نمیشه حرف زد، تو بازی رو عمل کرد. تو تیر میزنم حرف میزنم. حرف میزنی عمل میزنی حرف یا آقا میزنه حرف یا میکنه عمل. اومدیم تیر اندازی با تیر و کمان، کمان دامون آقای دارا جمونگ هستن. خب ببینیم چه میکنی ها. تیره تو بزن دیگه. نه دیگه تو بزن. آها نمیخوام حرفی بزنیم با دوربین با بیننده. سلام علیکم. سلام علیکم میکنم خدمت بینندگان عزیز ارجمند. به برنامه جرشو خوش اومدیم. بله آینا رو من باید میگفتم. ولی در کل که اوکی. ببین یاد بگیر آقا دارم.
27 10 37 48 45 48 53 53. خوب من هم تقلیم هم کنم حواست هم یه تیرو جابجا کردم باید دوستم بخواه. آره اون مال منه، اونم امتیازش بده رو بسته. چقدر میشه؟ در امتیاز میشم چند؟ بازم کم هم؟ آره بازم کمه. یه جورت با حالا ساده ببین دیگه، یه چیزی باشه که دور هم روی این زمین با بنویس پایدار، نقطاشم بکون خودتو. بیا همینجا بکون، یا نقطه رو بکون. چجوری بنویسم باش؟ نشه با هوا بنویسم؟ نه رو زمین، دیوار آخه نیست، دیواری نداریم ما اینجا. ایوه بشینم. آره یه جوری باید راهی پیدا کنم. آخه من چجوری دیگه ببین یه اینجوری. آره اینجوری دستتو بذار عقب. پای داره زیاده. من نقطه های پیش این با این نقطه این یه این ده این نقطه این هم ده. علی 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 خب ببریم. اومدیم تناب کشی با دارا. تیراندازی ها رو خیلی شانسی، چون اولین بازی بود که داشتم میکردم و از انگلیس اومده و بالاخره مهمون اینجا، گفتم یه دست بذاری یه دست بذاریم ببره. من هم اینجا میذارم ببری. تناب کشی یه پوستشو قراره بکنه. شما حرفی نداری؟ من میذارم ببری این دستو، این دوری من میذارم ببره این دستو، حالا اشکال نداره. یکی طلبت. وایسه وایسه. 3 2 1 میگیم میریم. آماده؟ 3 2 ببین وایسا، این به دوربین توضیح را، این نقطه از این لاین وسط هر کی بیاد به سمت اون یعنی برنده است. 3 2 1 تموم شد داشت. تموم شد. خیلی کمه ولی اینجاش موضوع اینه که بردم. اوکی به همین سادگی، همه موضوع به همین سادگی، به همین راحتی. خب آقا دارم من جرأت خفن دارم واسه. ببین تو دستکش داشتی دیگه. دیگه میتونی می‌خواستی بذاری. خب یه جرأت خفن دارم واسه. خب. عرضم به حضورت که از اونجایی که الان فکر کنم عرفان خوابه. خب این جرأت رو بعد از اینکه یه سری بازی‌های دیگر رو کردیم میریم انجام میدیم. یعنی باید گروه‌تر زنگ بزنی به عرفان تو واتساپ و بهش میگی من از جی جی پیشنهاد کاری دارم. خب ولی دیگه نمی‌خوام عضو پایدار باشم. اینو زمزمش بگم. آره ریاکشنش هم میگیم. اینم رکورد میکنید اون میدید. حله حله. خب الان اومدیم سر جرأت، میخوام به عرفان زنگ بزنم ببینیم چی میگه دیگه. خب ای بابا عرفان چطوری؟ عرفان سلام، چطوری؟ چه خبر؟ خوبی؟ خوش میگذره؟ هستیم صحبیه باشه درگشت. ایوه ایوه آقا من زنگ زنگ دو تا چیز، یکی اینکه آلبوم خوب پیش رفت، یه تمام شد و کارها رو زدیم و امیدوارم که برسه دیگه به 12 مرداد. و اینکه یک چیز دیگه، راستش من میخوام آلبوم کنسل کنم. جی جی به من زنگ زد و گفتش که بیا کار کنیم و اینا، ولی دیگه حق نداری با عرفان کار کنی. ولی منم ترجیح دادم که این کارو بکنم. چطور می‌کنی دیگه؟ نداشی جدی دارم میگم. تصمیم گرفتی چیکار کنی؟ بریم با جی جی کار کنیم. آره جی. خب چی شد به نتیجه رسیدیم؟ داشی احساس کنم اونا خیلی قوی هن دیگه، کارشون خوبه و احساس کنم که از ما بهترن، برای همین سویچ کنم برم اون رو فیلم کنم. آره کلن از پایدار بیام بیرون. مگه باشگاهی دوزیت داده کنسل کنه؟ شرمنده 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 شرمن
خب بچه ها اومدیم سر یه بازی نوستالژیک، یه بازی خیلی قدیمی و باحال، خروس جنگی. این بازی ها حالا شاید بعضیاتون بلد نباشیم ولی دستا رو اینجوری میکنیم. آقا دارا ببین دستا رو اینجوری میکنیم، بعد روی پا با لیلی بیای بزنیم به هم دیگه، هر کی بیفته باخته. حله بازی قدرتی میچینی که ببری دیگه. دیگه فکری بچین. بهش گفتم خودت فکر کن، خودش فکر نکرد سر بازی به من سپرد و مرام. برو توی خونه. خب بگو داد بزن من ترشیدم زن میخوام. سه بار الان میبرم بگم ما بیرون میکنم. مالیم جنیمه دارا داریم میبینیم تو. بفرم خواهش میکنم. سلام. سلام بستان من زن میخوام. خب اومدیم پینگ پونگ در ادامه من زن میخوام خودم. ببین یه جورت بالتر میدادی من زن میخوام که دو نفر تیپ کافی بودن حال ندارم. یه جایی که دارم چهار نفر باشن واقعا این زن پیدا بشه باشن. این دست دست بعدی باختی دست بعدی یه چی میگم که آقا قشنگ این زن بسامو پیدا کن دیگه. آقا که دارم تو بالا بودن نه باید دارم اصلا برو بری. میدونستم بگوزم بازی بعدی سینا اومد. خب میای دستو میذاری اینجا میگه سینا چرا ناناس شدی؟ من سیری اکنه سینا رو باید ببینی سینا. سینا اونجاست با دارا، دارم میرم پیشش میخوام جرأت دارا که چه ناناس شدی و بهش بگم. بریم. نه هنوز ندیدیمش، تازه داریم میریم پیشش، میخوام ریاکشنش رو ببینیم. سلام علیکم، چطوری چطوری؟ دواست چه کسی کنیم؟ چه ناناس شدی؟ عمت ناناس خب اومدیم سر بازی آخر با دارا. خب دو تا قاچ هندونه داریم بدون دست، هر کی زودتر بخوره برنده است. تو میبری اینو؟ باید بخورمش. برو میگم تو میتونی بخوریش یا من میتونم بخورم؟ بخورش. میخورم. دست پشت. اوکی بریم الان کنم دست پشت باشه. خب اینو جای خود جلوتر بذارم که گردنم برسه. یکی از اون بر 3-2-1 بگه. من موام میاد جلو. من سیبیل دارم، سیبیل هم اندونه نمیشه. بره 3-2-1
خیلی گشنش میده گنده هم مانم هم عرضش سه برابر مانو توه جا توخ برم نمیتونم بخورم ایران بخم بگیه کجا شو باید بری حالا؟ برده هم دیگه بس دیگه بس دیگه نه برو 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 با بخوری آتش برو برو با پوستش باید برسی آه پوستش دارم میبینم یه ذره دیگه راشان بسه برد اومدم شاید تخم زهولا هم تو سیکم هم هندوه دارم کسی برد هم دیگه بس نه نه بخور بخور تموم دود نه بعد پوستش رو ببینم باره دیدم پوست رو دیدم قبول تمام یه کات بدین دستورت هم بسرام خب هندونه رو که بردم و قشنگ مشخصه که داره آدم بخوری نیست و ولی گرشه خوب میخوره من خوب میخورم یه جریمه باحال دارم واسه هر یه جریمه خیلی خفن دیگه آخرین جریمه است و قشنگ میخوام بهتر کنه برای خب یا مترو یا بی‌آر‌تی هر کدوم که خودت دوست داری به انتخاب خودت میری توش چند تا تیشرت سولس میگیری داد میزنی میگی آقایون خانوما تیشرت های سولس نمیدونم بوده بوده نمیدونم از اینجور بازارگرمی ها دیگه هر کدوم که دوست داری تو قشنگ داد داد بزنی چند ثانیه؟ بعد داد دارم یه دور گفتن دیگه هر ثانیه یکی شد حله آقایون خانوما تیشرت سول سرم هر کی خواست بیاد در خدمتم بفهم اینجا هست قیمت مناسب بلند نبود تیشرت تیشرت نبود سولز تیشرت خب امیدوارم که از دیدن این قسمت لذت برده باشین و من یه مسئله یا خودم میخوام آخر این برنامه بهتون بگم قضیه هم اینه که ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی مارکت داریم نبود سرمایه است و این باعث میشه خیلی از آرتیستامون برن با برای مثال بت یا خیلی چیزای دیگه کار کنن که خودشون هم بعضا قلبا راضی نیستن باهاشون کار کنن من میخوام این فرصت رو غنیمت بشمارم اینجا و ته برنامه‌ام راجع به اسپانسر خودمون باهاتون صحبت کنم اسپانسر ما توی همین بازه زمانی کمی که اومده از کوچیک تا بزرگ آرتیستا رو باهاشون همکاری کرده و خودتون هم شاهدش هستین و کاملا هم کسب و کارش قانونیه چیزی هم نیست که بخواد پولی از جیب کسی بگیره و نمیدونم جیب کسی رو خالی کنه و بعضا به نفعتون هم اساسا به این باش کار کنین چون واقعا به سوددهی خیلی باحالی میرسین قضیه هم اینه که اصلا فارکس چیه سیگنال بدم چیه به این سیگنال بدم مال بازار فارکس بازار بورس جهانی و بهتون تحلیلگری رو یاد میده بهتون اینکه سیگنال درست کنین خودتون رو یاد میده و حد سود و حد ضررتون و کی بخرین کی بفروشین رو همه اینا رو آموزش میده پکیج 0-30 رایگان هم داره پکیج 30-100 هم داره کلان کارش اینه که شمایی که اصلا سرم در نمیارین از این قضیه رو قشنگ رایگان بهتون میگه چیکار کنین و خودتون میرین سرمایه گذاری میکنین و خودتون هم سوددهیتون رو دارین و ضررتون هم مشخصه تهش چقدر میشه یعنی اینجوری نیست که بخواد از جیب شما چیزی رو بگیره لوپ مطلبم اینه
این اسپانسر الان داره با همه کار میکنه تو رپ فارسی و اگه شما هواش رو داشته باشین، چه آرتیست چه مخاطب ها، باعث میشه که با آدمهای دیگه هم کار کنه و کلن این قضیه نبود سرمایه جبران بشه. پس حتما پیج اینستاگرام سیگنال رو که اینجا میذارم دنبال کنین، کارشون رو دنبال کنین، هم خودتون حال میکنین هم آرتیست حال میکنین. یعنی واقعا قضیه هم اینجوری نیست که من یه پولی گرفته باشم اینجا بخوام هی تبلیغاتشون رو کنم و اینجوری، واقعا در حد ساخت و پردازش برنامه به من داده شده، یعنی بیشتر هم نیست، خودم دارم این چیزها رو قلبا میگم چون میخوام به این قضیه کمک کنم. نکته آخرم که یوتیوب ما رو هم حتما دنبال کنین، یوتیوب خانوادگی و خودم که اینجا میذارم و حالا از هر جای دیگه که میبینین روی یوتیوب هم برین ببینین حتما. در کل منتظر قسمت های بعدی باشین فعلا. واسه بردن اومدم اینجا رسمن داشت بابا این چی میگه همه رو عدم با این دفعه جوری میبرم که شب مب خواب ببینه بکنه بغل زانو غمم آن میگم واسه بردن اومدم رسمن داشت بابا این چی میگه همه رو عدم با اگرم باختم علت قطعا داشت ریا نباشه میدونی دستن ها همه جرشو دوست دارن یه بمب ترکون در شمال تا جنوب و کل تهرونو میزنم قارچ و پرشه هی جونو جره ما میکشن رست مهمونو محل و میرم واسه بردن درونت که بیگ جرش میگم بهم روشن پجونم هرچی باشه عمرن نتونم پس لفته یا واسه جرعت پلوم من